محضر امام رضا رسیدن. امام رعوف، امام مهربان، نقل است که ارباب و غلامی تصمیم گرفتن به زیارت امام رضا برن، حرکت کردن تا وارد حرم مطهر امام رضا شدن. ارباب جلو ایستاد، غلام پشت سر ارباب مشغول نماز شدن. بالاخره قدیمای حرمتی بود بین بزرگ و کوچک، پدر و پسر. ارباب جلو سجده کرد، غلام هم پشت سر ایشون سجده کرد. دقایقی طول کشید، یه وقتی ارباب از سجده سر بلند کرد، خطاب به غلام کرد. خیلی داستان قشنگیه، ببینید امام رضا چقدر زود حاجت میده. رو کرد به غلام، غلام دوست داری تو رو در راه خدا آزاد کنم؟ شما رو در راه خدا آزاد کردم. آزاد که کردم، یکی از کنیزانم رو با مهر خودم به ازدواج تو در آوردم. و ببینید دیگه، آزادی نصیبش شد. دوم، یک کنیزی با مهر خودم به ازدواج در آوردم. سوم، جا نداری شما، یک باقی دارم من بدم به شما، برید اونجا زندگی کنید، مسکنتون بشه و اونجا باغبانی کنید، درآمد کنید. یه وقتی ارباب دید غلام شروع کرد به گریه کردن. چی شد؟ این همه نعمت رو به کسی بدید خوشحال میشه، اما شما ناراحت شدید. غلام خطاب کرد، ارباب جانم به فدای امام رضا، همین الان جلو حرمش تو سجده‌ای که رفته بودم این ستور رو از امام رضا خواستم. گفتم آقا جان چقدر بردگی کنم، چقدر غلام باشم، منم میخوام مثل این مردم آزاد باشم. دوم، زنی ندارم، زندگی ندارم. سوم، مسکنی ندارم. جانم به فدای امام رضا که این ستار فورا از من شنید، این ستایی که شما به من دادی، آزادم کردی، همسر برای من از بین کنیزان انتخاب کردی با مهر خودت و مسکن و باغ و شغلی برای من تهیه کردی.